سلام علیکم حالتون چطوره خیلی خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه و توی این ویدیو میخوام یکی از ایرادات خیلی مهم توی آیفون XS و XS Max رو بررسی بکنیم ایراد تاچی که توی آیفون XS و XS Max داریم که خیلی رو به خطا میندازه و درد سرساز معمولا این هم توی سفرم یکی از همکاران عزیز زنگ زد و از من پرسید و گفتم که چه بهتر یه ویدیو راجع بهش درست بکنیم و آموزشش رو بذاریم اینجا خیلی وقتت رو نمیگیره خیلی سریع و کوتاه اما بسیار مهم و تأثیر گذار خب خدمت شما آرزم که شما میاید کانکتور تاچ رو بررسی میکنید یا آیفون XS و XS اس داری و کانکتور تاچ رو کاملا بررسی میکنی همه مواردی که توی کانکتور تاچ باید ببینی رو داری بیاد ولیوها رو بررسی میکنی چک میکنی همه چیز اوکیه و تاچ دستگاه نیست زمانی که این ایراد پیش میاد معمولا برای دستگاه های یعنی پیش میاد که مثلا میان روی کانکتور باتری یا این هلوهوش این اطراف یا آیسی تیگریس آیسی شارج کار کردن و از پشت این قطعات شل شده مثلا میگم این ترانزیستور رو اومدن یه سره بکنم برای دیتای باتری و دستگاه بعدش ایراد تاچ پیدا کرده این مورد رو تا دلتون بخواد من زیاد دیدم که مثلا خیلی وقتا خیلی از تعمیر خوبم ممکنه حواسشون بهش نباشه و این آیسی کوچولو اینجا کانورتور الیدیوهای ما هست که اگر نگاه بکنیم یک ورودی یک و شیش داره پی پی یک و بیس و الان میگن یک و رو انگلیسی نمیگی استور انگلیسی میگه آتپوتش چیه؟ این پایه که این ایبلش هست و آتپوتش هم کجا رفت؟ آتپوتش هم یه یک و یک برای آیسی تاچ شما خب برمیگردم اینجا پایه یه. ایوان که اینپوت ما هست ای تو من به کجا میره به کانکتور وصل نمیشه به آیسی تاچ یا تغذیه یه تاچ من متصل هست و در صورتی که این ولتاژ نباشه آیسی سی تاش کار نمیکنه و دستگاه تاچ نداره خیلی وقتا شل میشه و خیلی راحت میشه تشخیص داد ایرادش رو ولی اگر میخواید تست بکنید بدون دست زدن به آیسی شما میتونید از این پایه به قولی از این خازن یه جامپر بزنید به این خازن اینو به این وصل بکنید بدون دست زدن به آیسی و یک جامپر یا آیسی سی رو بردارید پایه ایوان رو به ای تو جامپر بزنید ایراد تاچ دستگاه رفت میشه و درست میشه لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا هم یادتون خیلی مخلصیم